بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. میدونم که هیچ کدام از شماها اوقات خوبی رو در این 10 روز گذشته نداشتید، ولی این دیگه تکیه کلام ما شده. امروز دوشنبه است، 26 ماه سپتامبر سال 2022 یا 2022، برابر با 4 مهر ماه 1401، مهر ماهی که بچه ها با شوق و شور و هیجان مدرسه می رفتن، ولی امسال متاسفانه اولین روزش که جمعه بود و روزهای بعدم به خاطر این تظاهرات و اینها و آخونده هم از اون طرف به خاطر وفات حضرت محمد و امام حسن و اینها کلن سیستم آموزش پرورش رو تعطیل کردن. جالبه که هفته گذشته آقای امیرحسین لادن مقاله بسیار جالبی درباره آموزش و پرورش و فرهنگ و اینها نوشته بودند و ما تا خواستیم به خودمون بجنبیم در اون مورد صحبت کنیم، متاسفانه بار دیگر دیکتاتور در ایران جوانی دختری خانمی را به نام مهسا امینی کشت و از بین برد و بعدم خواستن به اصطلاح ماجرا رو ماسمالی کنن که بیشتر مردم عصبانی شدن و در پی اون به خیابون‌ها ریختن. و آقای لادن هم مقاله نوشتن که من فکر میکنم این خیلی جالبه که امروز با ایشون در مورد این مقاله صحبت کنیم. مقاله ایشون روی بالاترین، روی صفحه گویا، روی لینکدین، روی توییتر، روی صفحه فیسبوک مردم تیوی و صفحه فیسبوک شخصی خود من هست. در حین برنامه شما وبسایت اندیشکده.net رو میبینید، فیسبوک آقای امیرحسین لادن رو میبینید و اگر اشکالی هم داشتید در تماس با این دوستان میتونید مثل همیشه با ما در تلویزیون مردم تماس بگیرید. خوش آمد میگم به آقای لادن و میدونم که ایشون هم حال خوبی ندارند، ولی چه باید کرد؟ باید سوخت و ساخت. آقای لادن سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که تو این شرایط سخت دعوت ما رو قبول کردید. اگه اجازه بدید یه مقداری در رابطه با مقاله آخر شما صحبت داشته باشیم. حتما. درود بر شما، درود بر تظاهر کنندگان و هممیهنان معترض در میهنمون که با شهامت و شجاعت دنبال حق و عدالت هستن. بسیار ممنونم. همون جوری که همه میدونیم در ایران بار دیگر نسبت به قتل یک انسان بیگناه اعتراضات خیابانی برپاست، خیلی هم گسترده تر و مردم با شهامت و شجاعت مشغول مبارزه با دیکتاتور و جویای حقوق حقه خود، حقوق اولیه خود هستند. سوال من از شما اینه که آیا این تظاهرات مانند اعتراضات بیشمار 44 سال گذشته بی ثمر خواهد ماند و به فراموشی سپرده می شود، یا اینکه یک جور دیگه ای می شه به این ماجرای این روزها نگاه کرد؟ ببینید، پرسشتون بسیار مهم و اساسیه. در زمینه که شهامت و شجاعت هممیهنانمون واقعا قابل تحسینه، با تکیه به تجربه 14 گذشته این تظاهرات به احتمال زیاد بی ثمر خواهد بود. برای اینکه این حرکت با اعتراضات 14 گذشته متفاوت باشه و به نتیجه برسه، باید تمرکز لیزوار روی هدف باشه. برای اکثریت ملت ایران پس از 40 سال تجربه با فاجعه حکومت آخوندی تردیدی باقی نمونده که عامل اصلی بدبختی ها چیست و کیست؟ آخوند. عده قابل ملاحظه ای از هممیهنانمون امروز این واقعیت انکار ناپذیر رو درک کردن و میدونن که عامل درماندگی جامعه ایرانی و عقب افتادگی کشور آخونده. آش انقدر شور شده که صدای برخی از یاران رژیم رو در آورده. یک مدرس عالی مقام حوزه قم در نامه از خامنه ای خواسته که استعفا کنه.
این شخص معلم پسران خامنه ای بوده. می نویسه این در گیوم است: چرا مردم باید از مرگ یک روحانی اظهار شادی و سرور کنند؟ هیچ انسانی از مرگ انسان دیگری شاد نمی شود. این شادی آنها از مرگ یک عقیده است و روحانی نماد آن عقیده می باشد. در ادامه می نویسه: اکثر مردم روحانیت را عامل فقر و درماندگی می دانند و با مرگ یک روحانی شادی می کنند. می نویسه: اکثر کسانی که پس از انقلاب به دنیا آمدند، نماز که نمی خوانند هیچ مظاهر مذهبی را مسخره می کنند. در آینده اعتقاد به دین و مذهب از بین خواهد رفت. در ادامه می نویسه: بارها طلبه ها به من می گویند ما نمی توانیم با لباس روحانیت بیرون برویم، از بس که مردم فحش می دن و توهین می کنند. می نویسه: چنانچه این بودجه های میلیاردی صرف زدودن فقر شده بود، امروز تا این حد بی اعتبار و منفور نشده بودیم. و راه حلی که این آقا میده جالبه. می نویسه: تنها راه نجات دین و مذهب خروج روحانیت از پوست‌های سیاسی است. و اما به نظر من پرسش حیاتی که نیاز داره مطرح بشه و بررسی بشه اینه که مهسا امینی رو چه کسی کشت؟ مهسا را مأمور گشت ارشاد نکشت، پلیس امنیت اخلاقی نکشت، مهسا امینی را جمهوری اسلامی کشت، رژیم فقاهتی کشت. یعنی مهسا را آخوندها کشتن. چند نمونه از هزاران کشتن رو مرور میکنیم. 18 کودک و نوجوان 12 تا 18 ساله در اعتراضهای آبان 98 در خوزستان کشته شده. 2 نوجوان 17 ساله، محمد رضا احمدی از سنندج و آریان رجبی از مریوان رو در کردستان کشته. آرمین قادری 15 ساله از محله دولت آباد و حسام بارانی از روستای خانیله را در کرمانشاه کشتند. نیکتا اسفندانی 14 ساله و امیر عبداللهی 12 ساله را در تهران آخوندها کشتند. ندا آقا سلطان را آخوندها کشتند. زندانیان 67 را آخوندها اعدام کردند و هزاران معترض دیگر را آخونده کشتن. بنابراین نخست باید تمرکزمان لیزبار روی آخوند باشه. دوم، باید هدف و برنامه مشخص داشته باشید. با سپاس. ممنونم از شما. من مقاله شما رو روی فیسبوک دوباره قسمت کامنت همین برنامه گذاشتم و از دوستان خواهش میکنم بخونن. اگر سوالی یا نظری دارن همینجا میتونن مطرح کنن. ضمناً حین این برنامه زنده من صفحه فیسبوک رو، برنامه داره لایف پخش میشه، چک میکنم. اگر دوستان نظری دارن مثل همیشه میتونن بنویسن و من اون نظرات رو برای شما میخونم تا شما یا آگاه بشید یا فقط جواب دوستان رو بدید. در این مقاله جدید شما که تایتل یا تیترش هست گام نخست براندازی آسیب پذیر کردن دشمن و در پرانتزی نوشتید که آخوندها هست، نگاه متفاوتی به مشکلات من داره. چرا تاکید شما روی هدف و برنامه است؟ سپاس. ببینید، مقابله با زورگویی و بی‌عدالتی نیاز به هدف و برنامه داره. بدون هدف و برنامه نتیجهش مانند 14 گذشته ناکامی است. هدف رو با هم مرور میکنیم. به نظر من تمرکزمون باید روی عامل اصلی مشکلاتمون باشه. جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه زاییده فکر متحجر آخوندیه. آخوندها قرنهاست که سرچشمه فساد و دروغ و عوام فریبی تو ایران هستن.
پس از انقلاب با دست گرفتن اهرم های قدرت و ثروت چهره حقیقیشون آشکار شد. همه شاهد بودیم و دیدیم که چگونه بی‌پروا و وحشیانه مردم رو میزنن، زندانی و شکنجه، حتی تجاوز میکنن و میکشن. آخوند رو باید هدف قرار داد. ببینین، برای مبارزه با سرطان با عامل بیماری یعنی غده سرطان مبارزه میکنن، آن را با لیزر اشعه میسوزانن، با مواد سمی شیمی درمانی تضعیف میکنن و در صورت نیاز غده رو نابود میکنن. پس منم اینجا نگاه میرسیم اینجا که هدف آخونده و الان برنامه رو نگاه میکنیم. پیشنهاد من اینه که روش مبارزه با سرطان میتونه بهترین الگو برای مبارزه با جمهوری اسلامی باشه. قده سرطانی جمهوری اسلامی آخونده. برای براندازی نخست باید رژیم رو آسیب پذیر کرد، همونطور که با لیزر و مواد سمی قده سرطانی رو آسیب پذیر رو تضعیف میکنن. باید تمام تمرکزمون روی آخوند باشه. این قده بدخیم سرطانی، باید خودمون رو از شر این قده سرطانی رها کنیم. وقتی صحبت از اینه که آخوند رو باید هدف قرار داد، ببینیم که هدف قرار دادن آخوند چیست و چگونه است. کشورمون 85 میلیون جمعیت داره. ما فقط تنها 85 ایرانی با شعور، با شهامت و شجاع نیاز داریم. جوانان و توانمندانی که آستین ها رو بالا بزنن و هر کدام به تنهایی یا در تیم های دو نفره هر هفته یک حرکت انجام بدن. این قهرمانان مبارز در تیم های ضربت بازبان ملت ایران خواهند بود. یک حرکت برای هر داوطلب در هفته جمعاً می شود 85 حرکت در هفته در سراسر ایران. یه لحظه مجسم کنیم. یک آخوند در کرمانشاه با چماق زخمی شد. آخوندی در خوزستان با پنجه بوکس مجروح گردید. یک آخوند در شیراز، در تبریز، در زنجان. پس از اینکه شمار این حرکات به 15، 20، 30، 40 رسید، همه درک خواهند کرد که حرکتی هدفمند با برنامه آغاز شد. پس از 10 هفته خواهیم دید که آخوندها با اسلاما، با مصیبتها سر خواهند داد و گریه زاری و روزه‌خوانی را خواهند داد. ولی بازبان ملت، تیم‌های ضربت حرکت رو ادامه میدن. طی 10 هفته دوم، عده‌ای از آخوندها خانه‌نشین میشن، عده‌ای لباس شخصی میپوشن و به فکر مهاجرت میافتن. به مرور به جای فرار مغزها، فرار بی مغزها و فرار زاروزاده ها آغاز میشه. با مهاجرت آخوند موهومات و خرافات در بین مردم کمرنگ میشه و جامعه رو به شکوفایی میذاره. با آسیب پذیر کردن عامل اصلی مشکلاتمون یعنی آخوند، راه رو برای براندازی آماده میکنیم. هدف قرار دادن و تضعیف آخوندها جاده صاف کنه براندازی و جایگزینی است. با سپاس. ممنونم از شما. من همین الان صفحه فیسبوک اندیشه.net رو هم دارم به دوستان نشون میدم و امیدوارم که اونجا یک سری بزنن و نظرات خودشون رو با شما در میون بذارن. شما در همین نوشته خود از تصویر یک نشانه یا همون هدف یا سیبل یا تارگت استفاده کردید و تکرار میکنید آخوندها را باید هدف قرار داد و راه حل
به راه حل پیشنهاد میکنید که در حقیقت یه جوری میشه گفت شما شمشیر رو از رو بسته اید. نظرتون در این مورد که ممکن است خود شما هم هدف قرار بگیرید چی هست؟ همون داستانه که میگن خربوزه میخوری پا لرزش هم میشینیه دیگه. ببینین این موضوع واقعا جدیه، یعنی من اینو دست کم نمیگیرم. در این مورد چند ساله که فکر کردم، من این میخواستم اینو چندین سال پیش بنویسم پس از مشکلات 98 در ایران، ولی مدت روش فکر کردم و این بار دیدم که دیگه نمیشه تحمل کرد. و البته من شخصا حاضرم که جست نمیگیرم، فکر کنم میلیون ها ایرانی همینطورن، حاضرم که هستیمو فدا کنم. در این رابطه تو جریان انقلاب مردمی 57 ثابت کردم. اون زمان همسرم حامله بود و پسرم 6 سالش بود. من باهاشون وداع کردم و با وجود اعتراضاشون از ایران بیرون فرستادمشون تا بتونم با خیال راحت و مبارزات شرکت کنم. حالا نتیجه انقلاب چی شد بماند. منم مانند همیهنان دیگه در ایران که حاضرن برای آرمانشون خودشون رو به خطر بیندازن آمادم، ولی حق ندارم جان پسر و فرزندا و نوه ها رو به خطر بیندازم. بنابراین خیلی جدی فکر کردم و پیش از انتشار مقاله و آغاز گفتگوی عمومی عواقب احتمالی این حرکت رو با همسرم و پسرم در میان گذاشتم. پاسخشون من رو دلگرم و استوارتر ساخت. شما اشاره کردین به راه حل. مدتیه که ملت ایران به کنه شخصیت آخوندها پی برده و به درستی تشخیص داده دشمن کیست و آموخته که تفاوتی بین دو جناح حکومتی نیست. در یکی از گفتگوهامون من به این اشاره کردم که دو شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، و اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. این دو شعار بهترین شاهد این پدیده هستن. مردم هم بیماری رو تشخیص دادن و هم با کمال شهامت اقرار و اعلام کردن، ولی باید بدونیم در زمینی که گفتن و نوشتن و شعار دادن در زمانهای خودش مورد نیاز و اثر بخشه به تنهایی کافی نیست. باید این تشخیص از شعار به عمل برسه و تکلیفمون رو مشخص کنیم. با سپاس. ممنونم از شما. شما در پایان مقاله در مورد ایران فردا اینجوری می نویسید که آلترناتیو و جایگزین سلطنت و مذهب جمهوری مردم سالار ملی ایران است. هدف این جمهوری مردم سالار چیست و ما را به کجا خواهد برد؟ سپاس. ببینیم در جمهوری مردم سالار تفاوتش با سلطنت و با حکومت جمهوری اسلامی اینه که در جمهوری مردم سالار همه چیز برای مردم و در خدمت مردم. حکومت نه موهبت الهیه و نه قیم و سرور مردم. مردم در تعیین سرنوشت خودشون شرکت دارن، یعنی شهروندن، و تنها اراده ملت سرچشمه قدرت دولته. همونطور که در پرسشتان اشاره کردید، آلترناتیو و جایگزین سلطنت و مذهب جمهوری مردم سالار ملی ایران است. اجازه بدین ببینیم برای شفاف کردن این چهار واژه برای ما چه معنی داره. جمهوری، چهار واژه جمهوری، مردم سالار، ملی و ایران. جمهوری حقیقی حکومتیه که منتخب مردم برای مدت معین و پای و اساسش اجرای برنامه‌های مورد تایید مردم.
دوم، سیستم مردم سالار یا شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون، یعنی حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم. گام نخست برپایی حکومت مردم سالار دگرگون کردن زمینه دیکتاتور پرور و به وجود آوردن زمینه مساعد پرورش دموکراسی است. اما ملی، دولت ملی دارای استقلال اقتصادی و سیاسی است، مدافع منافع جمعی و در چارچوب فرهنگ ایرانی. در دولت ملی انتخابات شفاف و قانونمند هستند. شهروندان طبق قانون اساسی کشور آزادانه و بدون دخالت حکومت انتخاب میکنن و رأی میدن و نمایندگان منتخب مردم مأمور اجرای خواستای اونا هستن. قانونمندی و اعتبار حکومت هم از مردمه. به علاوه این که در حکومت ملی مذهب رسمی وجود نداره. میرسیم به واژه ایران که سمبل یک پارچگی و تمامیت ارضی کشور و برابری همه ایرانیان بدون تبعیض بین زن و مرد و اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی و جغرافیایی. اساس و پایه این سیستم، اساس و مرام این سیستم بر پایه پاسداری از حقوق طبیعی انسان، بنیادی کردن پدیده شهروندی، برقراری عدالت اجتماعی و نگهبانی از حقوق همه افراد کشور به ویژه از حقوق اقلیت هاست. واژه ملی ایران بدل سیاست غیر ایرانی و فرقه‌گرای رژیم است. در حکومت مردم سالار پذیرش ارزش و آبروی انسان در اوج این هرم قرار داره و حکم میکنه که همه چیز باید برای انسان و در خدمت انسان باشه. برای داشتن حق انتخاب و زندگی انسانی باید با هدف و برنامه از اعتراضات میهنمان پشتیبانی کنیم. در آخر یه شعری رو که جلب توجه کرد برام گشتم پای اون مقاله: هر که جز ایران خدایی را پرستد مشرک است، هر که غیر از دوست یاری را پرستد مشرک است. دین من میهن پرستی، مذهبم آزادگی است، هر که دینی غیر از این را برگزیند مشرک است. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. شما چون در رابطه با آلترناتیو صحبت کردید و جمهوری مردم سالار ملی ایران رو به اصطلاح پیشنهاد کردید، خیلی ها هستن که الان به دلیل اینکه رهبری پا پیش نگذاشته، مثلا آقای رضا پهلوی حتی نیویورک نرفت، دختراش رفتن ولی خودش نرفت، اینقدر نشست اینجا تا تظاهرات بیاد واشنگتن و یه نیم ساعتی بیاد و بره، یا خبری از آقای مسعود رجبی که نیست هیچ، بعد پیامی هم داد که مردم برید مسلح بشین. مردم کجا مسلح بشن؟ با چه اسلحه‌ای؟ چه کسی رو بزنه اینها؟ و از طرفی میبینیم که حکومت هم تبلیغ میکنه که اگر ما بریم ایران میشه سوریه، میشه عراق، میشه کشورهای دیگه‌ای که توش به اصطلاح آشوب هست، داعش پا گرفت، القاعده و اینها، یا طالبان حتی در افغانستان حکومت میکنن. باز میبینیم که شخصی به نام آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی یک ویدیوی امروز فرستادن به دوستانشون که پیش راهی اسمش هست راهی به رهایی، و حقیقتا مستقیم با آقای خامنه ای صحبت میکنه و میگه همونجوری که من قبلا هم گفته بودم که انقلابی در راه هست، اگر میخواین این انقلاب به سود شما تموم بشه بیان از مردم عذرخواهی کنید، دلجویی کنید، چنین و چنان. شما صحبتتون برای اونایی که میگن خب فکر کنیم امشب ما در خیابان انقدر موندیم و این آخونده هر کدوم حالا با کیفای پولی که دارن یا با پولایی که قبلا بچه هاشون فرستادن این ور اون ور کانادا زندگی میکنن در رفتن،
فردا چه خواهد شد؟ چون باز دیدم یه نفر گفته بود فردا مجلس مؤسسان تأسیس میشه، اون یکی دیگه گفته حالا اون مجلس مؤسسان چه کسانی هستند. خلاصه توی سایت های مجازی وقتی دور میزنیم واقعا گیج و ویج میشیم که کجا به کجاست. شما چی میگید، نظرتون راجع به این مثلا ویدیویی که آقای هوشنگ امیر احمدی ساخته و نصیحت میکنه به آقای خامنه ای و دست اندرکاران چی هست؟ ببین، ایشون مانند تعداد دیگری از همیهنانمون نظرات خودشون دارن و برنامه خودشون دارن. اونچه که از گفتگوی ایشون من باهاش همراه هستم اینه که وقتی شما کار به بالا میگیره، یعنی وقتی راهی برای مردم باقی نمیمونه، منفجر میشه. یعنی میرسه به جایی که وقتی شما توجه نمی کنید به خواسته های به حق ملت، همه چی رو متلاشی می کنن. مسئله داره میگه اگه برای من نجوشه میخوام برای سگ بجوشه، یعنی دیگه براشون مطرح نیست که آتیش میزنن، منفجر میکنن، میسوزونن. اگر اینها شعور داشتن، یک بررسی میکردن و یه نتیجه گیری میکردن از انقلاب 57 که ببینن که چجوری میتونن خودشونو و حالا وقتی اعتقاد حقیقی داشته باشن مذهبو بخوان نجات بدن. مثل این آقای روحانی که اعلام کرده که بریم کنار پستای سیاسی رو رها کنیم. وقتی شما من دو تا کار اینجا کردم. میدونین که نمیشه در ظرف نیم ساعت تمام مسائلی که مورد نیازه بگیم و بررسی کنیم، ولی من دو تا اینجا کار کردم انجام دادم که فکر کنم یک کمی متفاوته، حداقل یکیش متفاوته با کارهای دیگه. و اون اینه که مشخصا دارم میگم ما باید برنامه هدف داشته باشیم و باید مشخص کنیم که مشکل کیه و چیه. مشکل آخونده. اگر ما آخونده هدف قرار بدیم، گفتم برنامه چیه؟ علناً دارم میگم که ما نیاز داریم آخوندو آسیب پذیر و تضعیف کنیم. نیاز به 1000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر نداره. آغاز این برنامه با یک شخص در 1,000,000 جمعیت، یعنی 85 تا ایرانی شجاع با شهامت از خود گذشته. و نمیگیم بری کسی رو بکشیم، فقط و فقط بزنه و بره، یعنی آسیب پذیرشون کنی، رعب و وحشت به وجود بیاری که بدونن که نمیتونن بدون هیچ گونه واکنشی هر جنایتی که میخوان انجام بدن. یکی اینه. دومم برنامه پیشنهادی اینه که جایگزینی اینا چی میتونه باشه. حالا اگر احیانا با این اون کسانی که با این دوتا راه همراه هستن یا با یکیش همراه هستن اینو دنبال بکنیم، بعد میتونیم گام بعدی رو برداریم در مورد مسائل دیگه. خواستین در جلسه دیگری در مورد اینکه چگونه اینا رو چه چیزی بعد به جای اینا گذاشت و اون خلأ و پر کرد. بسیار ممنونم. همین الان دیدم که آقای فرامرز دادرس از فرانسه یه پستی گذاشتن، حالا یا به شوخی یا اینکه واقعا حقیقت داره، نوشتن که مجاهدین کابینه جدید رو هم معرفی کرد و حتما به زودی مردم به خونه هاشون برمیگردن. چون شاهد بودیم که هر وقت اینهایی که معروف شدن به موج سوار و متاسفانه میبینیم اینا حرکتشون بعد از حرکت مردمه، مردم میان حرکت میکنن، وقتی که میبینن خسته هستن و کسی رو ندارن میخوان به خونه هاشون برگردن، تازه میبینیم که این احزاب و سازمان ها میان. از طرفی شاهد هستیم تلویزیون های لس آنجلسی میان اعلام میکنن که هفته آینده ما میخوایم یه برنامه بذاریم، دور هم جمع بشیم
که منی که توی این کار هستم میدونم که هدفی جز این نیست که باز از احساسات مردم در این شرایط سخت استفاده کنن و پولی جمع کنن یا به قول معروف از این نمد برای خود کلاهی بسازن. شما نظرتون درباره این نوع سازمان ها، این نوع احزاب که هیچی ما ازشون نمیبینیم ولی هر وقت یه جنبشی، یه اعتراضی، یه اعتصابی در ایران میشه سرکله اونها پیدا میشه چی هست؟ ببینین، اینی که اشاره کردیم به این که صبر میکنن یک اعتراضاتی بشه و بعد میان جلو، به نظر من اون بخشش مقداری نرماله. برای این که یک فعال سیاسی، یک کنشگر به تنهایی که نمیتونه کاری بکنه، با همراهی دیگران، هماندیشان و بعد با حرکت مردم میتونه یه مسئله رو پیش ببره. وقتی یه حرکت مردم پیش میاد باید دید که میشه بهش راه داد، برنامه داد، هدف داد، یاری کرد، کمک کرد. من در نوشته یه هفته یا دو هفته پیش اشاره به این کردم که هنوز این مسائل پیش نیامده بود، اشاره به این کردم که یکی از وظایف اپوزیسیون خارج از کشور یاری مالی رساندن به خانواده اعتصابیونه. برای این وقت یک کارگری اعتصاب میکنه درآمدی دیگه نداره، نه اینکه قبلش درآمد زیادی داشته ولی الان دیگه هیچی نداره. پس بنابراین از کاری که از دست ما برمیاد، ما که اونجا نیستیم بخوایم بریم تو خیابون، ولی حداقل میتونیم یه کمکی بکنیم به خانواده اعتصابیون. این دوتا کار میکنه، یکی اینکه اون کارگر میبینه که مورد پشتیبانی همیهنانشه، خانوادهش تأمینن و میتونه کاری اعتصابش رو ادامه بده. این چیزی که خدمتون میگم، ما عین این کار رو در انقلاب 57 در ایران انجام دادیم. و دوم اینکه اشاره کردین به کسانی که میخوان کیسه بدوزن یا سوء استفاده کنن. خب ما اینو داریم، این مسئله کاملا در جامعه وجود داره که یه عده سوء استفاده چی ببینید الان در آمریکای که به اصطلاح جزء کشورهای بسیار نسبی دموکراتیک هست، وقتی که برای کووید میخوان کمک کنن به غذای بچه ها در مدارس، 100 یا 150 میلیون از اون دلار از اون پول رو دزدیدن. یعنی فساد و دزدی و این چیزها، جیب دوختن وجود داره و ما از سهم خودمون خیلی بیشتر داریم، برای اینکه ما با هم با یک فاجعه فرهنگی روبرو هستیم. سپاس کنم. بسیار ممنونم از شما، بازم تشکر میکنم که با این ضرب العجل و فرصت کمی که داشتید حاضر شدید و با ما صحبت کردید، ولی خوشحالم که گفتید در برنامه های آینده با هم صحبت بیشتری داشته باشیم. امیدوارم در برنامه های آینده با خبرهای بهتری بیایم و با دوستان بیننده باشیم. بازم از شما تشکر میکنم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه همینجا ما برای شما بهترین ها را آرزو کنیم و امیدوار باشیم در برنامه آینده باز با شما باشیم. حتما. تنها چیزی که دوست دارم بگم اینه که با تمام وجودم با همیهنانم هستم و اگر کاری از دستم بر بیاد با کمال میل انجام میدم. پیروز باشیم. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم که همین اسم خودشون رو توی فیسبوک، گوگل به اصطلاح تایپ کنید، مقالات زیاد، کتاب‌های زیاد، نوشته‌ها و صحبت‌های زیاد، ویدیوهایی هست و اگر در یوتیوب مردم تیوی بیان اسم ایشون رو بنویسید، برنامه‌های قبلی رو اونجا خیلی مرتب به صورت یه بایگانی داریم. خیلی ممنون از شما، به امید دیدار آقای لادن. خب دوستان عزیز، شما هم اگر مایل هستید درباره موضوعات روز صحبت کنید، اجازه بدید من این شماره تلفن رو اینجا خدمتتون بگم که بتونید با ما تماس بگیرید و اینجا هم نشون بدم که اگر یه وقت
مشکلی هست بتونید ببینید دوباره، یا بنویسید یا ویدیو رو ثابت نگه دارید. 202-695-2573 همین شماره رو میتونید برای تکست استفاده کنید، میتونید برای پیام صوتی استفاده کنید و میتونید به عنوان واتساپ زنگ بزنید صحبت کنید. شماره واتساپش میشه 201، اگر از خارج از آمریکا هستید 201-202-695-2573. همینجا از شما ممنونم، تشکر میکنم. خبر خوب این بود که تلویزیون مردم از 2 هفته قبل روی روکو، روی آمازون فایر تیوی هم پخش میشه. شما اگر تلویزیون های هوشمند دارید حتما این برنامه ها رو دارید، روی اون باید شما کانال مردم تیوی رو نصب کنید. هیچ کاری نداره، تو قسمت سرچ یا جستجو می نویسید مردم فاصله تیوی و وقتی که نشون داد اونو ثابت می کنید و نگه می دارید. احتمالا این کار رو برای کانال های دیگه قبلا انجام دادید و خوندم که نوشته بود در آمریکا 90 میلیون از روکو استفاده میکنن. به نظر من خیلی زیاد بود، کشورهای دیگر رو نمیدونم، ولی میدونید این باکس های کوچیکی بود که قبلا خریداری میکردیم، ولی اونا رو الان توی تلویزیون ها به اصطلاح گذاشتن و میشه گفت خیلی ارزونه دیگه. اصلا دوره ماهواره و دیش و اینها تموم شده و تلویزیون های هوشمند این کار رو به نحو احسن انجام میدن. ضمن تشکر از شما یک بار دیگه از آقای امیرحسین لادن تشکر میکنم که با ما بودن و امیدوارم برنامه های آینده با به اصطلاح خبرهای بهتر با شما باشیم. روز روزگار بر شما خوش.